سلام، وقتتون بخیر شما عزیزان و دوستان خوب و همراهان همیشگی ما. امیدواریم که خوب و سلامت باشین و ممنون که امروز با ما همراه هستین با یکی از برنامه های خوبمون با آقای دکتر محمد رضا سرگلزایی در مورد اختلال شخصیت خودشیفته. منتظر آقای دکتر هستیم تو این زمینه صحبت بکنند. سلام، چشم، از استاد سرگلزایی بیشتر دعوت میکنیم. ایشون سرشون خیلی شلوغه و واقعا هزار ماشاءالله که این همه تلاش میکنن، اطلاعات خیلی خوبی رو ارائه میکنن و خالصانه این کار رو میکنن در جهت افزایش آگاهی و خیلی خوشحالیم که در خدمتشون هم هستیم و ممنونم هستیم که تشریف آوردن آقای دکتر. بله، سوالم بپرسید. سلام، سلام سلام، اول شما خوبین؟ ما ذکر خیر شما رو داشتیم مرسی، میکردیم. شما محبت دارین. مرسی، خیلی متشکر، دستتون درد خوب هستین آقای دکتر؟ قربان شما، متشکر، خوشحالم میبینم اتون. مرسی، همچنین همچنین خواهیز من در خدمتتونم و در خدمت مخاطبین عزیزم. چشم، من ذخیره خواهم کرد، لطفا تو آی جی تی وی صفحمون ببینید، برای آقای دکترم میفرستم اگر شد که تو صفحه ایشون هم میتونید ببینید. نمیدونم از کجا شروع کنم، میخواید شما صحبت بکنید با بینندگانمون بعد من سوال بکنم؟ باشه، سلام همگی. حالا من دونه دونه نمیتونم الان سلام علیک کنم. بله، کنم که بله، امروز به دستور خانم زیامنش عزیز در خدمتتون هستم. موضوع البته پیشنهاد من بود، موضوع خودشیفتگی یا اختلال شخصیت خودشیفته، میشه شکل شدیدش نارسیسیستیک پرسونالیتی دیزوردر، ولی حالا بحث من فقط در حوزه یک اختلال بالینی نیست، بلکه خودشیفتگی یا نارسیسیسم میتونه در واقع در هر کدوم از ما به درجاتی وجود داشته باشه به شکل یک طیف که حالا به یه حدی که برسه دیگه میره توی مرز خط قرمز و میره توی مرزی که شروع میکنه به دیگران آسیب زدن. من فقط این توضیح رو بدم که ویژگی اختلالات شخصیت این هست که بیشتر از اینکه فرد رنج روانشناختی داشته باشه، فرد ضرر بین فردی ایجاد میکنه و به همین خاطره که شما کسی رو نمیشناسید که بابت اختلال شخصیتش مراجعه کنه به روانشناس، به روانپزشک و بگه مثلا من خیلی زیادی خودم رو قبول دارم، منو مثلا لطفا تحت درمان قرار بدید، یا یه کسی بگه که مثلا من نظمم انقدر نظم و دقتم افراطی است که اطرافیانم رو اذیت میکنم. معمولا کسانی اختلال شخصیت دارن یا بابت یک ماجرای طبی ممکنه که پیش درمانگر بیان، مثلا اون آدم فشار خون بالا داره، دیابت داره، کمردرد داره، میاد پیش درمانگر، پیش مثلا پزشک، و بعد اون پزشک تشخیص میده که این آدم با این الگوی شخصیتی مثلا وسواسی جبری که داره، خب طبعا فشار خونش به سختی کنترل میشه و در واقع به اون پیشنهاد میکنه که بعد از یک روان درمانگرم کمک بگیری، یا اینکه بابت یک مسئله بین فردی مراجعه میکنن و در اون مسئله بین فردی خودشون رو محق میدونن معمولا و دیگری رو دچار اشکال میدونن. مثلا یک پدر دچار شخصیت خودشیفته، یک مادر دچار شخصیت خودشیفته، فرزندانش رو به ناسپاسی، فرزندانش رو به بیادبی متهم میکنه و در واقع با درمانگر به گونه‌ای برخورد میکنه که گویا او باید به درمانگر سفارش بده که این مشکلش اینه، اون مشکلش اونه، اون مشکلش اینه، اینو این پیچش رو شل کن، این پیچش رو صفر کن، اینو مثلا روغنش عوض کن. بعد شما در اتاق درمان از نحوه برخورد اون با خانوادهش و
و با خودتون متوجه اختلال شخصیت این میشید که بابا این آدم از راه رسیده میخواد مدیریت اتاق درمان رو هم به درمان رو عهده برده بگیره بگیر. و مثلا به درمانگر میگه ببین پسرم، به نظر من البته اینجوری باید بکنی تو، ببین دخترم این به نظر من باید اون اول روش کار کنی. و بعد اینجاست که در اتاق درمان، حالا چه نفر به خاطر یک ماجرای طبی اومده چه به خاطر ماجرای در واقع بین فردی اومده، ما متوجه اختلال شخصیتش میشیم. در نتیجه اختلالات روانپزشکی دو دسته هستند: گروهی که رنج روانشناختی ایجاد میکنند، خب اونا مراجعین ما هستند، فرد استراب داره، کابوس میبینه، دچار احساس خلأ در زندگی هست و چون خودش متقاضی درمان هست و خودش داره رنج میبره، اینجا ما یه قدم جلوییم. اما کسانی که اختلال شخصیت دارن، به خصوص اختلال شخصیت های این طبقه، یعنی طبقه کلاستر بی به تعبیر انجمن روانپزشکی آمریکا، یعنی طبقه ای که توش شخصیت خودشیفته هست و شخصیت ضد اجتماعی هست و شخصیت مرزی هست و شخصیت نمایشی هیستورینیک هست، اینها معمولا مشکلات بین فردی ایجاد میکنند و دیگران رو آزار میدند و دیگران از آزار اونها شاکی هستند و اونها متاسفانه خودشون رو که نه تنها مشکل دار نمیدونن، که حتی میخوان دیگران رو کنترل کنن، از جمله درمانگر رو هم میخوان کنترل کنن. و اختلال شخصیت خودشیفته هم یکی از بدترین های اونها هست. کاملا آقای دکتر، بر اساس تجربه این افراد ظاهرا خیلی خودشونو قبول دارن، باورهاشون رو خیلی مطمئن میدونن که درسته، رفتارهاشون رو میدونن که درسته و صلاح همه رو بهتر میدونن، ولی یکم که باشون ارتباط برقرار میکنین، پشت این نقاب خیلی قوی و محکم یک عزت نفس یا سلف استیم خیلی شکننده وجود داره که اگر یکم نزدیک تر بشی فوری گارد میگیرن و حالت دفاعی به خودشون میگیرن، اجازه صمیمی و نزدیک شدن نمیدن. به نظرتون از کجا شروع میشه که این اتفاق میفته؟ یعنی علت شناسیش اگر بخوایم در نظر بگیریم، چه اتفاقایی میفته که افراد به این شکل شخصیتشون تربیت میشه یا شکل میگیره و نقطه مشخصه این مسئله که به شکل نیاز به درمانه؟ چون گاهی وقتا خیلی هم خوبه که ما خودمون رو قبول داشته باشیم، ولی این یک خط برش داره و خط قرمز داره. اون خط قرمز در شاخصه میتونه کجا باشه و چه ویژگی هایی رو میتونه در بر بگیره؟ اگر بتونید بفرمایید که ما خوشحال میشیم. ممنونم. ببینید در واقع ما دو تا شکل خودشیفتگی داریم. یه خودشیفتگی دفاعی است، یک خفت خودشیفتگی در واقع ناشی از مدل سازی و همانند سازی رفتاری است. خودشیفتگی دفاعی همینه که شما خیلی خوب توضیحش دادید، که در واقع فردی که دچار یک احساس حقارت تحقیر شده، پشت یک زره پنهان میشه که اون زره خودشیفتگی است. یعنی اون برای این که کسی یه موقع بهش نگه اینجای کارت اشکال داره، اونجای کارت اشکال داره، اون میره طبق همون الگویی که میگن بهترین دفاع حمله هست، یا همون الگویی که بهش میگن فرار رو به جلو، که سیاستمداران ایران معمولا از این کار استفاده میکنن. معمولا هر وقتی که در یک شرایطی در نقطه ضعف قرار داره، حمله میکنه به دیگران در همون زمینه. یعنی اگر مثلا در حوزه فرزن اخلاقی دچار رسوایی های اخلاقی هست، دیگران رو به بد اخلاقی و بی اخلاقی متهم میکنه. اگر فساد مالی داره، مرتب میگه که این چه وضعیتیه، این آدم چرا بهش رسیدگی نمی کنید مثلا به وضعیت مالیش و اینها. این وضعیت فرار رو به جلو یا دست پیش گرفتن که پس نیفتن، استعاره دست پیش گرفتن که پس نیفتن، این میشه اون خودشیفتگی دفاعی. و این آدم هایی که خودشیفتگی دفاعی دارن خیلی زیاد نیاز به تایید دارن، چون خودشون هم از درون
میدونند که در واقع یک باگی، یک حفره‌ای، یک سیاه چالی در درونشون هست. در نتیجه این آدم ها اینجوری نیست که تو آینه هم که نگاه کنن بگن به 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 کیف میکنم خودم نگاه میکنم، بلکه این آدم ها اینجوری هستن که به دنبال یارگیری یا پیرینگ هستن. در نتیجه مثلا توی مهمانی به یه نفر بیشتر نزدیک میشه، حتی یه ذره باجی میده بهش یا حالی میده بهش، ما همشهری هستیم، ما فلانیم، من چنینیم چنانیم، مثل همین، ما مثلا دکترا، ما دکترا اینجوری هستیم. مثلا اینکه گفتم دقیقا توی مهمانی یه نفر به من گفت ما دکترا، من اصلا نمیشناختم، حالا ما دکترا حالا یعنی چی ما دکترا؟ بعد اینو بهش میگیم پیرینگ یا یارگیری. یارگیری یا تو اتاق درمان مثلا شروع میکنه یک حمد و ثنای زیادی از درمانگر که من تعریف شما رو خیلی شنیدم، کتابهای برجسته شما رو چند تایش رو خوندم فلان فلان، و یه جوری که به این میگن در واقع ترانسفرنس دوقلویی، یعنی انگار که ما دوقلوهای همسانی هستیم که خب حالا ما نگاه کنیم به این بقیه بچه مچه ها ببینیم اینا، یعنی تو یک جبهه دیگه، بیا دیگران رو تو یک جبهه هستیم من و شما، آره، با هم دست به دست هم بدیم برای مدیریت و کنترل شرایط. بله بله. حالا بهش بعضی ها میگن کوالیشن، بعضی ها میگن پیرینگ، یارگیری یا ائتلاف، بعضی هم میگن مثلا اگر خودآگاهانه این کار صورت میگیره بهش میگن کوالیشن، اگر ناخودآگاهانه صورت میگیره بهش میگن پیرینگ. حالا این برای همکارانمون که به اصطلاح ترمینولوژی روانشناسی براشون مهمه، اما به هر حال اونها نیاز به ستایش دارن و اگر ستایش رو دریافت نکنن حالشون بد میشه. در نتیجه یافه شروع میکنه خودش کلی از خودش تعریف کردن، کلی به قول معروف لاف زدن و امثال این، و معمولا یه خرجی میکنن، حتی یه باجه های عاطفی یا حتی مالی میدن که دوروبرشون یه سری قدیما میگفتن مثلا توفیلی و قفیلی و هفیلی یا مثلا اره و اوره و اینجور چیزا، همیشه اینا با هیئت همراه این بر اون بر میان و مثلا میبینید طرف اومده یه سخنرانی بکنه، بعد این طرفش یه بادیگارد، اون طرفش یه بادیگارد، عینک تیره زدن، مثلا یه 5-6 تا مثلا دانشجو با خودش میاره که تون تون نوت ور میدارن از اون چیزایی که حضرت استاد میگه و اینجور چیزا. این تیم رسانه ایم و این تیم حفاظتی ایمه. حالا بابا تو بگه چی، کی کاری با تو اصلا داره؟ خودشون با اون هیئت همراه و با اون تیم فلان مثلا بالاتر اعتبار میده. آره، با اینا ما میگیم خودشیفته های نمایشی یا هیستریونیک نارسیسیستیک که توی سیاستمدارا هم میبینید. بعضی سیاستمدارا خیلی دنبال نمایش های رسانه‌ای هستن، مثلا کلا دنبال دوربین و میکروفون و عکس و عکاسی و اینجور چیزا هستن. اینا هیستریونیک نارسیسیستیک هستن. اینا همونایی هستن که تا در تنهایی قرار بگیرن، تا در انزوا قرار بگیرن، به هم میریزن، فرو میریزن، حالشون بد میشه و به همین خاطره که همجور که عرض کردم یا یارگیری میکنن یا باج میدن تا مورد ستایش قرار بگیرن، و بنابراین اغلب اینا خودشون بازیچه دیگرانی هستن. یعنی همونی که میاد براشون شعر میخونه، حمد و ثناشون میگه، اینا بازیچه اون هستن و در واقع عروسک های خیمه شب بازی هستن که نخشون دست همون هایی هست که ازشون تقدیر میکنن. در واقع اینها مرشدهایی هستند، مرادهایی هستند که بنده مریدهای خودشون هستند، سلبریتی هایی هستند که بنده فالوورهای خودشون هستند، و نگاه میکنن ببینن که فالوورها خوششون میاد اینا چی بگن، اینا همونو میگن که فالوورها دلشون میخواد. در واقع ماجرای فالوینگ و فالوور بودن برعکس آن چیزیست که به نظر میسه. اما یه دسته دیگه خودشیفته هم هستن که این خودشیفته ها تحت تأثیر یه سری همانند سازی های بین فردی، خانوادگی، اجتماعی و غیره، اصلا باور عمیقشون اینه که من از بقیه بهترم، و این یه مکانیسم دفاعی نیست، این یه باور عمیقه. مثل شازده ها، مثل آقازاده ها، اینا در محیطی که قرار گرفتن از اول چنین بوده که بهش گفتن تو
پسر آقایی یا تو فرق میکنی، ماشاءالله شما پسر حاج آقا فلانی هستی و ایشون همچین. چه هر جا که رفتن جلو پاشون یه دی بلند شدن، یه دی هم به خاطر به هر حال طمع و ترس و به قول اریک فروم شخصیت های اقتدار طلب که وقتی یه آدم مقتدری رو میبینن دستش رو میبوسن، جلوش خم میشن، پرستشش میکنن، کرنشش میکنن، دنبال خدایگانی میگردن. شخصیت های حالا وابسته مثلا دیپندنت پرسونالیتی که اون خدایگان رو ستایش کنن. اینا چون همیشه در این موضع بودن، در این موقعیت بودن، واقعا باورشون میشه که ما بهتر هستیم. بنابراین ما گاهی اوقات خودشیفتگی های نژادی داریم. خب نژاد پرست ها واقعا باور دارن که مثلا سفید پوست مبور باهوشتر، شیکتر، خوشگلتر از مثلا یک سیاه پوست مجعد مثلا. یا کسانی که خودشیفتگی ملی دارن واقعا باور میکنن که اینجا که ما هستیم ناف زمینه، ریشه زمینه، قلب زمینه، دل زمینه، بقیه زمین یه چیزی است که از اینجا جوشیده، حیات از اینجا جوشیده، هنر از اینجا جوشیده. واقعا هم دفاع نمیکنن، یعنی یه مکانیزم دفاعی نیست که پشتش شکننده باشن. خوابم که میبینن تو رویاهای عمیقشون، تو مرحله رپید آی موومنت خواب، خوابم که میبینن، خواب میبینن که روی تخت روانی هستن، سیاپوستا دارن میکشوننشون، روی تخت روانی هستن، عربها دارن میکشوننشون. بنابراین ما خودشیفتگی های نژادی داریم، خودشیفتگی های قومی داریم. بعضی از قومیت ها اصلا یه خودشیفتگی دارن و مثلا حق خودشون میدونن که اقوام دیگه رو مورد تمسخر و استهزا قرار بدن. بعضی از شهرهای خودشیفتگی دارن و شهرهای دیگه رو همش مورد طعن و طنز قرار میدن. بعضی هم خودشیفتگی دینی دارن، واقعا کسانی که خودشیفتگی دینی دارن کاملا باور دارن، یعنی دفاع نمی کنن. به اصطلاح سیونیستا یا همین زاینیستا، با لهجه شما بگم زاینیستا، اونا اصلا واقعا باور دارن که ما چیزی، ما قبیله خداوندیم، ما نظر کرده خداوندیم، ما قوم یهود و دیگران از ما یه پله پایین ترن. مسلمان ها واقعا، مسلمان های متعصب باور دارن که در واقع ما هستیم که قوم برگزیده و رستگارانیم، بقیه اینها دیگه در واقع موجودات حیوان و حتی بل هم ازل، حتی در واقع اولایی که کل انعام بل هم ازل، غیر از ما بقیه اینجوری هن. شیعه ها فکر میکنن مثلا فقط ما هستیم که درس های عمیق قرآن رو ما مثلا فهمیدیم. اینا دفاع نیست، اینا دیگه واقعا همانه‌سازی. یا مثلا خودشیفتگی های جنسیتی، واقعا چه اونی که فکر میکنه مردها از زنها باهوشترن، چه اونی که فکر میکنه زنها از مردها باهوشترن، اینا خودشیفتگی های جنسیتی است. چون الان اخیرا مد شده که آدم هایی که میخوان بگن که ما با مثلا مرد سالاری مخالفیم، میخوان جست اینو بیارن، صحبت از این میکنن که زنها از مردها مغزشون بهتر کار میکنه، باهوشترن، چنینه چنانه. خب اصلا گفتن این که مثلا زنها برترن یا مردها برترن که کلا سکسیسمه دیگه، یعنی یه جور عرض کنم که خودشیفتگی جنسیتی است و هیچ نسبتی با فمینیسم و اومانیسم نداره. این که ما فکر کنیم من بابت جنسیتم باهوشترم یا فهمیده ترم یا زیباترم یا امثالی. خب این نوع الگوهای خودشیفتگی نژادی، ملی، دینی، قومی، جنسیتی، اینا دیگه مکانیسم دفاعی نیست، اینا کاملا با الگوی یادگیری و همانسازی اجتماعی شکل گرفته و اینها خودشیفته های خطرناک تری هستند. چون درمانشون خیلی سخته دیگه، با شخصیتشون یکی شده، اصلا نشدنیه، جدا کردن خودش خیلی سخت، نشدنیه. برای اینکه این آدم حتی اگر که همه هم ترکش بکنن و همه هم بهش بگن آه تو مشکل داری، خانم تو مشکل داری، نمیپذیره. اینا رو بهشون میگیم خودشیفته های آنتی سوشیال یا سایکوپات. اون دسته اول هیستورینیک نارسیسیستیک هن، این دسته دوم سایکوپات نارسیسیستیک هن. اینا اساساً باورشون خدشه‌ناپذیره. عرض کردم تو رویاهای عمیقشون هم اینا خودشون در وضعیت خداگونه و پیر و مرشد و شاه و اینجور چیزها میبینن. یه کتابی هست به اسم گفتگو با شیاطین
یک خبرنگار ایتالیایی به اسم ریکاردو ریزیو با 7 دیکتاتور ورشکسته، یعنی دیکتاتوری که یا در واقع در اثر انقلاب یا جنگ داخلی به زندان افتاده و در انتظار محاکمه هست، یا دیکتاتوری که فرار کرده تبعیدی سری کشور دیگری، با اینها مصاحبه کرده. جالبه که هیچ کدوم از اونها از ایدی امین دیکتاتور اوگاندا گرفته تا نمیدونم جان کلود دوالیه، انور خوجه، میلوسویچ، اینها هیچ کدومشون، نوریگا، هیچ کدومشون اصلا ابراز پشیمانی نمی کردن. و جالبه که نظرشون این بوده که ما قهرمانان ملی هستیم و بعدا قدر ما دانسته میشه. دوتاشون، یکی حاجی ایدی امین که مسلمان بود، یکیشون هم ژان کلود دوالیه که مسیحی بود، نظرشون این بود که نماینده خدا در روی زمین هستن. حاجی ایدی امین نظرش این بود که ولی الله در روی فلعرض در ریاض، که در واقع چیز بود، در پناهندگی سیاسی دولت سعودی بود، در اونجا با ریکاردو ریزیو مصاحبه کرده بود، خودش ولی الله فلعرض میدونست. و ژان کلود دوالیه خودش رو حواری 12 مسیح میدونست، که حالا اگر یهودای اسخریوتی حواری خوبی نبود، حواری 10 من هستم، ژان کلود دوالیه. و به هر حال حتی در شرایط شکست خوردن اینها نپذیرفته بودن. یا مثلا مارشال نوریگا، اون دیکتاتور پاناما، تو زندان بود تو آمریکا وقتی که ریکاردو اوریزیو براش نامه فرستاد که من با در واقع رهبران سیاسی که از قدرت رو از دست دادم میخوام مصاحبه کنم، در جوابش گفت من قدرت از دست ندادم، هنوز سرنوشت به شما نشان نداده که نوریگا چه خواهد کرد. در حالی که اینو آمریکایی‌ها رفتن تو کشورش، تو کاخ ریاست جمهوریش دستبند زدن، به جرم قاچاق مواد مخدر بردن تو کشورشون، اونجا زندانیش کردن. توی چنین شرایط زندانی گفته بود نه، هنوز سرنوشت برای من، یعنی آقای دکتر میشه گفت توهم دیگه، این یه بخش مهم توهم دیگه. آره، چون با واقعیت همخوانی نداره، یه جور مثل دیلوژن میمونه، یک باور هزیانی است. اریک فروم هم در کتاب بحران روانکاویش میگه که بسیاری از باورها در حد یک نگاه دیلوژنال هستن. مثلا میگه بسیاری از باورهای مذهبی، بسیاری از باورهای سیاسی تفاوتی با دیلوژن ندارن، چون در تعریف دیلوژن یا هزیان یا وهم این هست که فرد بدون دلایل و مستندات کافی به چیزی باور داره، با هیچ دلیل و مستند و پرسش فلسفی و چالش فلسفی هم او شک نمی کنه. و فقط کسانی رو که نمیپذیرن میگه شما هستید که عقل کافی ندارید، شما هستید که ایمان کافی ندارید، شما هستید که پاکی کافی ندارید. اگر پاکی، پارسایی، ایمان، عقل میداشتید، میفهمیدید که حق با من هست. بنابراین اریک فروم میگه که بسیاری از احزاب سیاسی رو وقتی داخلشون میریم، حالا اون زمان به خصوص که به اصطلاح بلشویک ها، استالینیست ها توی جاهای مختلف دنیا مستقر بودن، میگو بسیاری از اینها وقتی در داخلشون میریم، این نوع باورهاشون شبیه به دیلوژنه، یا بسیاری از فرقه های مذهبی نوع باورهاشون شبیه به دیلوژنه. اما چون یه دیلوژن جمعی است، یه هزیان جمعی است، یعنی همدیگه رو تقویت میکنن، اونا تصور میکنن که ما 1% مردمان جهان عقلا و حکما و رستگارانیم و بقیه اون 99% گمراهان و سفها و نادانان هستن، و در نتیجه یه دیلوژن جمعی است، هزیان جمعی است، که ما البته در طبقه بندی انجمن روانپزشکی آمریکا هم یک طبقه داریم تحت عنوان شیرد سایکوتیک دیزوردر یا اختلال روانپریشی مشترک، که یه دیلوژن رو، یک جمعی اون رو در واقع قبول دارن. بله، جنسش خیلی شده. و وقتی هم این اتفاق میفته دیگه میگن اند تیفه، در واقع به خودشون این جسارت رو یا به خودشون این حق رو میدن که در برابر کسایی که موافق نیستن خشونت به خرج بدن، سرکوب کنن، حالت تعصبی برخورد بکنن و بخوان ارشاد کنن و به راه راست هدایت کنن.
بله، در واقع نمونه هاش در طول تاریخ زیاد داریم. کوکلوس کلان ها وقتی که سیاپوس ها رو لینچ میکردن، میلیشیا های سهیونیست وقتی در عرض کنم که دیر یاسین آدم ها رو کشتار میکردن، یا اون به صلاح اس اس ها وقتی که یهودی ها رو میکشتند یا به اردوگاه میفرستادن، کاملا باور داشتن که کار به حقی دارن انجام میدن و حتی فکر میکردن یک رسالت الهی دارن، یک رسالت فرابشری دارن و نجات دهنده میتونستن خودشون رو. بله، که اینطور بر اساس تمام میشه گفت اختلالات یا شرایطی که وجود داره که این وضعیت رو به وجود میاره، دو تا عامل اساسی میتونیم بگیم که نقش داره. یک ممکن عوامل ژنتیکی باشه که خارج از کنترل میتونه باشه، و یک عامل تربیتی و محیطی. به نظر شما، آدلر هم میگه خیلی وقتا کودکان ناز پرورده خیلی وقتا در بزرگسالی به این ویژگی ها خیلی گرایش پیدا میکنن. آیا میشه گفتش که نقش تربیت خیلی مهمه اینجا و چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، که یعنی چه نوع رفتارهایی از طرف والدین صورت میگیره که افراد توی این مسیر سیر میکنن؟ بله دقیقا. ببینید، اختلالات مختلف روان پزشکی یا حالا کلن بالینی نقش ژن و نقش تربیت توشون به یک اندازه نیست. مثلا فرض کنید در اختلال خلقی دو قطبی ژن خیلی نقش مهمتری داره، در اسکیزوفرنی ژن خیلی نقش مهمتری داره نسبت به عوامل تربیتی، اما در اغلب اختلال شخصیت ها تربیت نقش مهمتری داره. یعنی وزن ژن و تربیت درسته در همه جا هم ژن نقش داره هم تربیت، ولی وزن ژن و تربیت با هم برابر نیست. بله، در اختلال شخصیت خودشیفته به خصوص که موضوع بحث امروز ماست، نقش تربیت پررنگ تره. حالا چه تربیتی که چنان فرد رو تحقیر کنن و دست بندازن که فرد دچار یک عقده حقارتی به تعبیر آدلر که اشاره کردیم بشه، یعنی یک inferiority complexی که فرد برای اینکه این زخم اذیتش نکنه بره توی مکانیسم دفاعی وارونه سازی یا reaction formation و خیلی خودشو گنده بکنه که اون کوچیکی ها معلوم نشه، خیلی در واقع خودشو پف کنه مثل حیوانایی که میترسن بعد پف میکنن خودشونو، که ظاهرا این اصطلاح اصلا از یوز پلنگ گرفته شده که پف میکنه، و در نتیجه این آدما برای اینکه ضعفشون معلوم نشه پف میکنن خودشون رو، و این ناشی از اون تحقیر هاست، ناشی از اون سرزنش هاست. بنابراین بسیار آدم های تحقیر شده میتونن آدم های خطرناکی بشن، یا از این ور بوم میفتن که خطرناک میشن، یا از اون ور بوم میفتن که تبدیل میشن به شخصیت های اوایدنت، شخصیت های اجتنابی، شخصیت های دچار سوشال انگزایتی، به اصطلاح اضطراب اجتماعی، که اگر از اون ور بوم بیفتن، یعنی با در واقع دفاع و زرهی اتخاذ نکنن، خودشون حالشون خیلی بد میشه و خیلی به قول معروف عامیانش خیلی تفلکی میشن و خیلی نیاز به کمک دارن، یا اینکه از این ور بوم میافتن که میرن توی یک زرهی که اون وقت خیلی خطرناک میشن به خاطر اینکه برای اون تحقیرشون معلوم نشه دیگران رو تحقیر میکنن. اینا آدمایی ان که دیگران رو در واقع تحقیر میکنن، طعنه میدن، دیگران رو نیش میزنن، مسخره میکنن، اصلا توی مهمونی، توی جلسه، توی جمع دنبال اینه که یه آدمی رو یه ذره ضعیف‌تر پیدا کنه، اونو دست بندازه که خودش رو هی باد بکنه. از اون ور قضیه باز در نظام تربیتی اگر یه بچه هم خیلی بهش مزایای ویژه بدن، مثلا بگیم که خب زدی، خب باشه اشکال نداره، اونا از اون چیزن دیگه، اونا مثلا سیاپوستان دیگه، اونا از اون به اصطلاح گودنشینان دیگه، اونا از اون مثلا حلبی آبادیان دیگه، اشکال نداره زدی پولش میدم، خسارت میخواد بیا پولش میدم، چقدر خسارت بدم، سر بچه تو شکسته چقدر پول بدم، اینقدر دو برابرش میدم، برو ببینم این بچه چی یاد میگیره. این بچه یاد میگیره که من از بقیه بهترم. حالا اینی که من گفتم کم پیش میاد که بگن سر بچه مردم شکسته اشکال نداره پولش میدم، اما وقتی یه نفر میبینه که
مثلا مدرسه ای که میره مدرسه ای است که 1000 بچه ها نمیتونن اونجا برن، تو اون اونجا برن. امکاناتی که در اختیارش میذارن امکاناتی است که 1000 بچه های این جامعه، همین جامعه، نه حالا سومالی، همین جامعه نمیتونن اونها رو داشته باشن. ولی مرتبش میگن تو حقته، برای اینکه بابای تو اینه، مامان تو اینه، ما خانواده اینجوری، تو آیکیو اینجوری، تو تیزهوشی. واقعا این که یه عده‌ای تحت عنوان مثلا تیزهوش برای خودشون این حق و قائل باشن که نظام آموزش پرورش مملکت ما قرار 100 برابر سرانه یک دانش آموز هزینه کنه برای اونها، که نهایتا اینا برن خارج از کشور یه مدال طلا آویزون کنن بیارن اینجا، اینا حق خودشون بدونن. خب این دیگه سیستم داره، نظام تربیتی داره میگه چون تو آیکیو 145 در نتیجه تو حق داری یک از سرانه دانش آموزی این کشور 100 برابر استفاده بکنی، در حالی که برعکسش باید باشه. یعنی باید بگیم که تو که سهم بهتری از ژن و تغذیه داشتی و آیکیو 145، بی زحمت 2 نفر دیگر هم درس بده. ما این هزینه رو باید بپردازیم بابت اونی که در واقع با یک ناتوانی جسمانی ذهنی درگیره، تا او رو برسونیم به اون جایی که حداقل بتونه برای خودش یک خودمراقبتی داشته باشه. این پول رو باید صرف اون بکنیم، نه باید صرف تو بکنیم. اما دقیقا برعکسش اتفاق میفته. خب اون وقت این میشه یه خودشیفتگی که به شکل تربیتی شکل میگیره. در واقع به جای اینکه فاصله طبقات رو با هم دیگه خیلی زیاد بکنیم، بیایم تعادل سازی رو تو جامعه، یک پارچه سازی رو تو جامعه ایجاد بکنیم بر اساس آره، سیستم. بله بله، حالا در واقع یک پارچه سازی نه، چون الان یه عالمه آدم بلافاصله به ما خواهند گفت که ای شما کمونیستین، ای شما طرفدار استالینین، شما نه نه من منظورم این نیست. آره منظور این نیست. حالا خوشبختانه خوشبختانه شما سبیل ندارید. من با یه دوستی داشتم با هم لایو 2 نفری میدادیم که اون دوستمون سبیل اینجوری داشت، بعد چون اون تفلکی سبیل بزرگوار دوست عزیز من سبیل اینجوری داشت، یه عالم حمله شد که چون یه کلمه اینجوری هم به کار رفت که شما میخواین اینجا رو اتحاد جماهیر شوروی بکنید و نمیدونم کمونیست اگر خوب بود چنین و نه. نه سیستم آموزشی تو مدارس استاد یک پارچه سازی رو مطرح میکردن زمانی که من ایران بودم، به خاطر اینکه میگفتن بچه‌هایی که آموزش پذیرن میتونن با بچه‌های نرمال در یک مدارس جمع بشن، یعنی میتونن با همدیگه سر کلاس بشینن و میتونن از آموزش‌های جبرانی استفاده کنن، ولی اینا جدا سازی اتفاق نیفتاده نیفته. اینو یک پارچه سازی میگفتن. بله در واقع یک جور توزیع کامیونیتی بیس، یعنی همان گونه که در یک جامعه باید فرد معلول جسمانی، فرد معلول ذهنی، فرد تیزهوش، فرد متوسط باید در کنار هم زندگی کنن، تو بازارچه، توی خانواده، توی مهمانی فامیلی، توی مدرسه هم چنین شرایطی ایجاد بشه. بله من منظور شما رو میفهمم، فقط خواستم پیشگیری کنم از بمباران‌های بعدی. آقای دکتر الان از نظر همگیرشناسی تو جامعه ما آمار دقیقی هست که میزان شیوع این خودشیفتگی چقدره؟ نمیدونم وقتی میگین جامعه ما داریم ونکوور میگین یا جامعه ما داریم ایران؟ نه ایران. من هنوز ایرانی هم آخه. ببینید در ایران ما از چه چیزی آمار دقیقی داریم که از آمار اختلالات شخصیت آمار دقیق داشته باشیم؟ ما در ایران چند جور آمار داریم. یک، آمار محرمانه که مال از ما بهترونه. 2، آمار فرمایشی که برای اینکه حضرت ایشان راضی باشند آمار درست می شود. 3، آمار نمایشی که برای رسانه‌های نمایشی فریب افکار عمومی این آمار درست میشه. 4، آمار پایان نامه‌ای که توسط نرم افزارهای آماری درست میشه که یه دانشجو بدون اینکه با کسی مصاحبه کنه یا پرسش نامه پر کنه یه پایان نامه تحویل بده، یه معدل 19 و 25 صدم هم بگیره و عرض کنم که کارشناسی ارشدش به خیری و خوشی و سلامتی بگیره و تموم بشه.
اما آمار غیر از آمار محرمانه و آمار نمایشی و آمار فرمایشی و اینها آمار نداریم. شما میدونید دیگه الان از ابتدای کرونا آمار معمول مرگ و میر کشور هم که سازمان مثلا ثبت احوال منتشر میشه جز آمار محرمانه قرار گرفت. مثلا HIV اون زمانی که شروع میکنه در جهان همه آمار ایز و کشورها منتشر میکنن و به سازمان بهداشت جهانی میدن و به ملتشون میدن، ما تا حدود 20 سال آمار ایدز در ایران محرمانه بود مثلا، بعد آمار اعتیاد محرمانه شد، بعد آمار الکلیسم محرمانه شد، بعد آمار چه میدونم خودزنی محرمانه شد. در نتیجه نه، درباره ایران ما هیچ آماری نداریم. شاید اونهایی که در واقع صاحب قدرتن از یه چیزایی آمار داشته باشن، اگر اونا هم دیگه رو گول نزنن، چون به نظر میشه در یه بوروکراسی فاسد اونها هم به اون آمارگیرشون بعید بشه که اعتماد کنن. اما آمار در واقع آمریکا که آمار همه چیزشو داره و ما هم کتابای تکست بوکشو میخونیم، آمار آمریکا اینه که بین 10 تا 20% جمعیت اختلال شخصیت دارن و از در واقع این 10% جمعیت حدود 1 تا 2%، نه 1 تا 2% 10%، 1 تا 2% 100% اختلال شخصیت ضد اجتماعی وجود داره. در آمارگیری های مختلف بر اساس در واقع دقت های مختلف گاهی 1% در میاد، گاهی 2% در میاد. این آمار میانگین یک جامعه است. مرسی آقای دکتر. برای من سوال پیش اومد که اختلال خودشیفتگی رو با رفتارهای خودشیفتگی میشه قابل تمیز داد، مثل رفتارهای وسواسی رو با اختلال وسواسی که ما میتونیم تمیز بدیم، آیا این اختلال هم میتونه اینجوری باشه که رفتارهای خودشیفتگی با اختلال خودشیفتگی قابل جداسازی باشن؟ بله، ببینید طبقه بندی انجمن روانپزشکی آمریکا و سازمان جهانی بهداشت، یعنی به اصطلاح American Psychiatric Association و World Health Organization، در این زمینه یک طبقه بندی کمیت محوره، یعنی آمده همون رفتارهای خودشیفتگی رو لیست کرده، بعد گفته اگر یکی بیش از 50% اینها رو داشت، مثلا 8 تا علامت، اگر کسی 5 تاشو داشت دیگه بهش میگن اختلال شخصیت خودشیفته. مثلا اگر من خودم رو از آنچه که هستم باهوشتر بدانم، اگر خودم رو از آنچه که هستم زیباتر بدانم، اگر حق خودم رو از آن حقوقی که من به عنوان یک آدمی در این جایگاه دارم حقوق بیشتری برای خودم قائل باشم، اینا همه رفتارهای خودشیفتگیه. اگر دیگران رو حق خودم بدونم که استثمار بکنم، اگر انتظار و توقع این رو داشته باشم که با من یه جور دیگری، یه جور متفاوت از دیگرانی با من رفتار کنن، اینا همه رفتارهای خودشیفتگی است. حالا اگر این رفتارهای خودشیفتگی رو بیش از مثلا لیستی که انجمن روانپزشکی آمریکا و سازمان جهانی بهداشت داده بیش از 50% یه نفر داره، دیگه میشه اختلال شخصیت خودشیفته. پس در واقع ما میفهمه، ببخش کلامتون، خواهش میکنم، اختیار داریم. ببینید اما اصل ماجرا یه چیزیست که یکم سنجش پذیریش سخته، بنابراین رفتارهای عیان و اوریان رو در اون طبقه بندی گذاشتن. اصل ماجرا چیه؟ اصل ماجرا یک سوگیری شناختیست، یک کاگنیتیو بایاسه. سوگیری شناختی یعنی یک خطا در واقعیت سنج. اگر یه آدمی فکر میکنه من ترین هستم، من اولین کسی هستم که در ایران راجع به فلان چیز صحبت کرد، من قوی ترین کسی هستم که اینجوری، من باهوش ترین، این ترین بودنش یا این تر بودنش جایی به اثبات نرسیده. مثلا مثال میزنه، میگه من کلاس 5 دبستان که بودم معلم قرآنمون مامانمو خواسته بود مدرسه، گفته بود این بچه خیلی تیز هوش، مراقبش باشید. حالا این حرف رو کسی میزنه که 3 ترم تو دانشگاه مشروط شده، تازه با سهمیه رفته تو دانشگاه، 3 ترم که تو دانشگاه مشروط شده، یعنی ورودش به دانشگاه با سهمیه بوده، الان هم تو دانشگاه 3 ترم مشروط شده، همچنان داره میگه که من خیلی باهوشم و آینده این مملکت با طرحهای من تغییر خواهد کرد
و بعد میگه خود دلیلت چیه که خیلی باهوشی؟ میگه کلاس پنجم دبستان مامانم و معلم قرآنمون صدا زد، حالا نمیدونم معلم قرآنشون چرا مامانشون صدا زده، ولی بالاخره مامانم رو صدا زد و گفت که این بچه خیلی باهوش و مراقب شد. این میشه دیتای کسی که مثلا دانشجوی روانشناسی است، حتی این میشه دیتایی که من خیلی باهوشم. خب این یه سوگیری شناختی است، به زبان خودمون یک جهل مرکب. آن کسی که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند، یک خطای شناختی است که اون خطای شناختی انقدر بزرگه که هیچ وقت اجازه بازنگری هم به خودش نمیده. که بالاخره اگر من فکر میکنم که خیلی وزنم خوبه، روی ترازو باید برم ببینم وزنم خوبه. یک فامیلی ما داشتیم به قول معروف میگن خدا رفتگان شما رو بیامرزه، این فامیلمون فوت کرده. بعد این فامیل ما توی خانواده کلی پزشک بالاخره بودن، هر وقت که بچه های فامیل دور هم جمع بودن، نه که زده سن و سالشون بالاتر بود مثل سن الان من بودن، به ماها که پزشک جوان بودیم همه آستیناشون میزدن بالا، میگفتن فشار ما رو بگیر. مثلا ایشون هیچ وقت نمیگفت فشار ما رو بگیر. ما گاهی اوقات که مثلا فشار خون 4 نفر 5 نفر میگرفتیم، میگفتیم حالا مثلا عمو جان دایی جان هر نسبتی که با ما داشت، شما نمیخواید فشارتون رو بگیریم؟ میگفت فشار من 11/7.5، اگر یه وقت غیر از این دستگاه نشون داد تو دستگاه تو بنداز خرابه. خب یعنی ایشون اصلا اجازه نمیداد فشار خونش رو بگیرن. خودش باورش بر این بود که من خیلی سالمم. خب در یه سن که خیلی پایین‌تر بود از اون چیزی که باید، یعنی بر اساس انتظارات ژنتیکی، ایشون سکته قلبی کرد و فوت کرد بدون اینکه در واقع اصلا متوجه بشه که فشار خونش چنده، چربی خونش چنده، چه میدونم کلسترولش چنده، بدون اینکه حتی این چکاپ‌ها رو انجام بده. خب این میشه جهل مرکب. این جهل مرکب یعنی من انقدر وزنم خوبه که من رو ترازو نمیرم، من انقدر باهوشم که هوش منو تستای هوش نمیتونن نشون بده. این تستای هوش مگه چیان؟ حالا لوریا نبراسکا یا نمیدونم وکسل یا فرام مگه چی هم؟ کلی خطا دارم. هوش من از اون نوعی نیست که تو این تست هوش معلوم بشه. هوش من از نوع شهودی است، از نوع لدنی است، از نوع فلان هست. در نتیجه مثلا یه آدم بی سواده وقتی میگیم آقا شما این اطلاعاتتون از کجاست، میگه که این کتاب هایی که استکبار جهانی می نویسه که اساسا میخواد سلامت مردم رو بگیره، شما فکر میکنید این کتاب ها معتبره؟ یعنی در واقع اعتبار کتاب های علمی رو زیر سوال میبره، کتاب های علمی رو میبره تو آتیش میندازه. یعنی این ترازویی که قرار اون ترازو نشون بده که بالاخره تو باسوادی یا بیسوادی، ترازو رو میره تو آشغالدون میندازه، آمار رو میره تو آشغالدون میندازه، بعد در نتیجه میشه جهل مرکب. بنابراین خودشیفتگی یه سوگیری شناختیست بیشتر. اما چون ما این کاگنیتیو بایاس رو سخت اندازه گیری کنیم، میایم از نمودهای اوریان و ایانش استفاده میکنیم که اون وقت در واقع بر این اساس اون طبقه بندی های تشخیصی روان پزشکی میان یه سری علائم کاملا مشهود رفتاری میذارن که بیش از 50% اینا دیگه میشه اختلال شخصیت. عرض کنم خدمتتون که خودشیفته. پس در واقع سه تا شاخص شدت و مدت و فراوانی اگر وجود داشته باشه، ما میتونیم بگیم که این وضعیت وجود داره. در واقع من خودم آقای دکتر خیلی با کلمه اختلال کار نمی کنم. اصلا سیستم ذهنی من معمولا تو سبک کاری اینطوریه که افراد رو بیمار نمیدونم. من فکر میکنم فقدان آموزش گاهی وقتا ما دچار مشکلاتی میشیم، برای همین کلمه اختلال رو کمتر استفاده میکنم با اجازتون. ولی خب شاخص مشخصش اینه که شدت و مدت و فراوانی، وقتی که شاخص تمیز دهندگی رفتار و اون چیزی که حالا از دیدگاه روان پزشکی بیماره، این سه تا شاخص میتونن باشن. اولا که اجازه ما هم دست شماست. دوم این که اینا که مال من نیست که از من اجازه میگیرید. این طبقه بندی آمریکاست و این طبقه بندی اساسا یک طبقه بندی برای اتاق درمان نیست. در مقدمه کتاب DSM می نویسه که شما این کتاب DSM رو در واقع طبقه بندی DSM رو مثل کتاب آشپزی استفاده نکنید که دو تا تخم مرغ، یه لیوان شکر، سه لیوان آرد، 1 2 3 4 خب طبقه بندی.
میگه این طبقه بندی تشخیصی و آماری است، یعنی diagnostic and statistical manual. آماری یعنی چی؟ یعنی بالاخره میخوان بدونن که به بیمارستان های روانپزشکی رو به صلاح بودجه بدن که زیاد بشه تختشون بخششون یا نه. میگن خب باید یه طبقه بندی آماری داشته باشیم، بدونیم مثلا مسئله ها چند درصد جمعیت ما رو میگیره. بیمه ها میخوان بدونن که چقدر حق بیمه تعیین کنن، بعد باید بدونن که چند درصد مردم اختلال دارن و نیاز به درمان دارن. بنابراین این طبقه بندی برای مقاصد استاتیستیکال، حالا چه اپیدمیولوژیک، چه پیشگیرانه، چه مبتنی بر اقتصاد، برای اقتصاد درمان، برای اینا طراحی میکنن. و دیاگنوستیک یعنی بالاخره وقتی قراره که مثلا به بیمه بگیم آقا 30 جلسه روان درمانیشون نیاز داره، بیمه کارشناسش باید بتونه ارزیابی کنه. میگه ایشون چه کارش چشه که 30 درصد. شما میگه ایشون یه اسپیشال فوبیا داره، یه فوبیا خاص داره، یه فوبیا ساده داره. خب فوبیا خاص یا فوبیا ساده طبق مقالات مثلا با 10 جلسه رفتار درمانی قابل درمانه، چرا 30 جلسه برای این نوشتی؟ چرا اون 20 جلسه من باید پولشو بدم؟ اگر شما می‌نویسید ایشون اسکیزوفرنیا داره، میگه خب پس من میپذیرم که ایشون مادام العمر نیاز به درمان‌های دارویی و توانبخشی و حداقل هر 3 سال یک بار نیاز به یه ماه دو ماه بستری در بیمارستان داره. در نتیجه این طبقه بندی بر اینه، نه برای اینکه تو اتاق درمان ما برچسب بزنیم. نکته جالب اینه که چون گاهی وقتا میدونید این اختلال میشه یک لیبل و برداشتنش خیلی سخته، برای همین انگار قالب ذهنی ما در رابطه با افرادی که این لیبل رو میخورن سوگیری پیدا میکنه. فقط با اون فیلتر نگاه میکنیم که این آدم این مریضی رو داره، این اختلال رو داره، دیگه سعی نمیکنیم تازه تر ببینیم فرد رو، با تغییرات جدیدش ببینیم فرد رو. از این نظر من خواستم بگم آقای دکتر مسئله بعدی اینه که یه اجازه بدید یه ذره میخوام اینو توضیح بدم. بله خواهش میکنم بفرمایید. ببین اولا که واژه دیسوردر، اوردر یعنی نظم، دیسوردر یعنی از نظم خارج شده، یعنی یه نفر انتظام و انسجام زندگیش رو از دست داده. بنابراین اختلال به معنای این نیست که این آدم بدی است، به این معنی نیست که ما قراره که باش بد رفتار کنیم، به این معنی است که یه چیزی مسئله پیدا کرده. و حالا خود کلمه دیسوردر بنابراین خیلی کلمه بدی نیست، کلمه دیسوردر. و اما یه مسئله در اتاق درمان ما طبق معمول باید یه بندبازی انجام بدیم. اون بندبازی چیه؟ اون بندبازی اینه که هم توجه داشته باشیم به تشخیص ها و چارچوب های تشخیصی و همین که این چارچوب های تشخیصی رو برای خودمون بوت نکنیم. توجه داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی اگر میدانیم که کسی قبلا تشخیص اختلال شخصیت مرزی گرفته، الان هم چک میکنیم میبینیم بله ایشون کلی خودزنی داشته، کلی اقدام خودکشی داشته، کلی بالا پایین های در واقع خلقی و هویتی داشته، کلی در واقع توی مدرسه توی محیط کار مشکل ایجاد کرده. خب وقتی یه آدمی اختلال شخصیت مرزی داره، من باید حواسم جمع بشه که اگر مثلا من با این زود صمیمی بشم، پس فردا این آدم از صمیمیت من این برداشت رو میکنه که من ازش سوء استفاده کردم. میدونی یعنی در واقع خود اتاق درمان رو به هم میریزه. اگه من حواسم نباشه که این آدم آنتی سوشال پرسونالیتیه، دوچار این ماجرا میشم که هاروی کلیک میگه در کتاب ماسک آف سانیتی، ماسک سلامت عقل، که آنتی سوشال پرسونالیتی ها درمانگران خودشونو به شدت بازی میدن و یه جوری رفتار میکنن که گویا در تمام اون مواردی که این بازداشت شده، زندان رفته، محکوم به نمیدونم سوء رفتار فیزیکی یا جسمی شده یا جنسی شده، این قربانی واقع شده و اون درمانگرانی که حواسشون نباشه که بابا نمیشه که 3 همکار من تشخیص گذاشتن این بوردرلاین پرسونالیتیه، آنتی سوشال پرسونالیتیه و غیره. مراقبت از خودمون و مراجع یه سمتش اینه که حواسمون به این ماجرا باشه که خب اگر این آدم تشخیصش اختلال افسردگیست به علاوه وابستگی به الکل، این 20 برابر جمعیت عمومی ممکن خودکشی کنه. من باید حواسم باشه که ازش حتما بپرسم که فکر سویسه. اما از اون طرف قضیه این که بوت نکنیم،
یعنی حالا وقتی ما میگیم یه آدمی بوردرلاین پرسونالیتیه، همه بوردرلاین ها هم که مثل هم نیستن. اگر بوردرلاین پرسونالیتی مثلا 8 تا المان داره، یه آدم ممکن این 3 المانش رو داشته باشه، یه آدم دیگه ممکن 3 المان دیگه‌اش رو داشته باشه. در نتیجه بله، حتما در اتاق درمان یه بخش نگاه ما همون نگاه راجرزیه که میگه نگاه من کلاینت اورینتده، یعنی من مراجع رو میبینم، نه تشخیص رو، نه تئوری رو. یا اون نگاه اروین یالومه که میگه که من برای هر مراجعی درمان جدید ابدا میکنم، که این البته 100 سال قبل از اروین یالوم، یونگ هم این همین حرف رو زده. اما یه قضیه ما هم باید این باشه که آخو اگر یه آدمی تشخیصش اینه، خب ممکنه که سویسایدال باشه. در نتیجه اینو من بگم، گاهی اوقات بعضی از درمانگران در یک محیط ویژه کار میکنند. یعنی اینکه اگر مثلا ویلیام گلاسر دیگه دارو نمیده، به اینکه ویلیام گلاسر، البته ایشون که مرحوم شده، ولی مثلا دارو نمیداد و در کتابش مینویسه که دیگه دارو ندادم از فلان وقت به بعد، چون ایشون در بیمارستان روانپزشکی کار نمیکرد. آخه در بیمارستان روانپزشکی اگر شما کار کنید، مریضی که با اکیوت مانیا و ویت سایکوتیک فیچر میارن، شما چجوری میخواین در واقع بدون دارو مدیریتش بکنید؟ یا اروین یالوم دیگه تو بیمارستان روانپزشکی کار نمیکنه، توی منطقه لاکچری تو پالو آلتو مراجعینی که پیشش میان همشون خودشون سلبریتی ان که پیشش میان. خب اون اگر بگه که من کاری به تشخیص ندارم، برای اینکه اساسا یک آنتی سوشال پرسونالیتی، یک بوردرلاین پرسونالیتی، یک افسرده اساسی، الکلیسم گزارش نمیفته که بره اونجا و هزینه ویزیت اونو نمیتونه بپردازه. در نتیجه ما گاهی اوقات ممکنه که مسئله سلکشن بایاس برامون پیش بیاد و مثلا من سرگلزایی که صرفا مثلا درمانگرها ممکنه درمانجوی من باشن، دیگه من سالهای آخری که کار درمانی میکردم، در شاید مثلا بیش از 70% مراجعین من خودشون درمانگر بودن، همکاران عزیز و بزرگوار من بودن که به من لطف داشتن و برای درمان میمدن پیش من. خب حالا من دچار یه سلکشن بایاسی ممکنه بشم، یعنی فکر کنم من که الان 3 سال بهش که دارو ندادم، خب اصلا آخه اینی که اومده پیش تو خودش پزشکه، خودش درمانگره، خودش روان پزشکه، داروش خودش را انداخته، اون برای یک مسئله دیگری پیش تو اومده. و در نتیجه حالا اگر اون همکار در واقع تازه کار من که داره تو بیمارستان روان پزشکی یا تو اورژانس داره مریض میبینه، فکر کنه دکتر سرگلزایی که میگه من اصلا کاری با این تشخیص ها ندارم، خب سرگلزایی داره در یک سلکشن بایاسی، در یک سبد ویژه‌ای از مخاطبین کار میکنه. ولی واقعا به هر حال این طبقه بندی ها حاصل ده ها سال کار پژوهشی هستن. کامل، مرسی از شفاف سازیتون آقای دکتر. چند دقیقه بیشتر نداریم، برسیم به این که با این افراد خودشیفته اطرافیان چگونه رفتار بکنن که کمتر آسیب ببینن در درجه اول، و در درجه دوم رابطه محفوظتر بمونه و اون فاصله هم حفظ بشه، هم شکل ارزشمندی انسانی هر دو طرف هم لکه‌دار و آسیب لطمه نبینه. در واقع چجوری باید اطرافیان را ارتباط برقرار کنن یا رفتار بکنن؟ خب عرض کنم خدمتتون که اول از همه، اگر هنوز وارد ارتباط با یه آدم خودشیفته نشدید و متوجه میشید خودشیفتگی این آدم رو، خب وارد ارتباط نشید. یعنی مثلا یه آدمی که با یه کسی تازه نامزد کرده، بعد ویژگی های خودشیفتگی تو اون آدم متوجه میشه و بعد با یک کسی که تخصص بیشتری دارم چک میکنه و او هم تایید میکنه. این که من میتوانم با یه آدم خودشیفته وارد زندگی زناشویی بشم، نه خیر، نه عشق، هیچ معجزه‌ای برای درمان خودشیفتگی نیست. اتاق مثلا اتاق خواب هم اتاق درمان نیست که فکر کنیم اگر با یه کسی ما حالا توی اتاق خواب میخوابیم، دیگه ما درمانگر او هم میتونیم بشیم، چون خیلی محبت داریم به اون. اگر شما توی تیم کاری میرید و میبینید که آدم های خودشیفته اونجا هستن و شما مجبور نیستید اونجا کار کنید، اونجا کار نکنید. یعنی شریک خودشیفته آره، یعنی تا جایی که میتونیم واقعا باید پیشگیری کنیم. اگر در رابطه با یه خودشیفته هستیم، حالا نمیدونستیم وارد این رابطه شدیم یا مجبوریم با او کار کنیم، خب اولین چیز این هست که ما باید حواسمون باشه که نه اون خودشیفته ما رو بتواند احساس حقارت تومون ایجاد کنه و نه اینکه ما رو ببره تو موضع کودک لجباز. چون گاهی اوقات
یه آدم خودشیفته وقتی مثلا ما رو دست میندازه یا مثلا تشر میزنه یا یه جایی که حقش نیست اصلا جایی نداره، این آدم مثلا از حقوق اضافی داره استفاده میکنه، اونجا ما باید خیلی قاطع اسرتیو ولی در این حال بدونی که کودک لجباز بشیم و جیغ و داد و سرصدا و نمیدونم گریه و شیون و فحش دادن و چیزی پرت کردن، نه خیلی قاطع باشیم بگیم که این خط قرمز منه، راجع به خانواده من اینجوری نباید حرف بزنی، من اجازه نمیدم اینجوری حرف بزنی، این عرض کنم که حریم منه، اجازه نداری به این حریم وارد بشی، خیلی قاطع. تعارف نکنیم. در فرهنگ ایرانی ما متاسفانه تعریف و تعارف گاهی خودش به تملق و دورویی میده و بنابراین خیلی از این آدم های خودشیفته اگر دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم که از حق خودشون بالاتر میخواستن اطرافیانشون میستادن و میگفتن که ببین از حق خودت داری زیاد، خودت داری زیادی ارزیابی میکنی، اون آدم احتمال این که حداقل دست و بال خودش جمع کنه بیشتر میشد. ولی یه موقعی که میگه این مثلا اینا این ریش سفید جمعه، این نمیدونم سنی ازش گذشته، این چنینه، این چنانه، حالا توی مهمونی دور هم هستیم میگذره دیگه، سالی یه بار میخوام یه شب چلی دور هم جمع بشیم، در نتیجه با نهایت ادب ولی در این حال با نهایت قاطعیت به فرد بازخورد میدیم که به نظر من زیاد داری خودت رو ارزیابی میکنی. اینکه داری اینجا میگی من استاد دانشگاه هستم، اولا اونجایی که میبینید دوستمون مثلا کارت ویزیتی زده یا تو عکس مثلا پروفایلش نوشته استاد دانشگاه، بعد اونجایی که داره درس میده نه دانشگاه واقعا، حالا تو ایران همه جا رو تابلو میزنن دانشگاه، تابلو میزنن، نه اونجا دانشگاه هست نه تو استاد دانشگاهی، تو یه ترم دعوتت کردن دو واحد اونجا درس بدی، نهایتا اینه که میتونی بگی مثل مدرس در فلانجا. ولی وقتی که ما میبینیم که مثلا دوستمون، همکارمون، رفیقمون یه تا کارت ویزیتی چاپ کردی، عکس پروفایل یه چیزی زیرش نوشته مثلا من استاد دانشگاه هستم، واقعا به نفع اون و به نفع رابطمون و به نفع جامعه است که بهش بگیم علی جان، حسن جان، چه میدونم مریم جان، آخه منم میدونم، تو هم میدونی اینجایی که تو داری دوباره درس میدی دانشگاه نیست، تو هم استاد دانشگاه به معنای عرفی واژه ها نیستی، واژه ها بالاخره یک معنای عرفی دارن، یک به اصطلاح قرارداد بین الاذهانی از واژه ها. در نتیجه نمیدونم اون یکی به خودش میگه استاد فلانی، اون به خودش میگه استاد فلانی، استاد یعنی چی؟ بالاخره شما این کلمه استاد معناش چیه؟ این که هر کسی که دکترا نداره اما دلش میخواد بگه من خیلی بالا هم، مثلا استاد فلانی، میان تو تلویزیون مثلا طرف مربی مهارت های زناشویی، اصلا مربی مهارت های زناشویی یعنی چی؟ این اتیکت، این عنوان مربی مهارت های زناشویی از کجا مثلا اومده؟ خب همون دوستش، رفیقش، برادرش، همون مجری تلویزیون، همون مجری، حالا تلویزیون جمهوری اسلامی منظورم نیست که خب اساسا ازش هیچ توقعی نیست، مجری اون تلویزیون میپرسه ببخشید شما این که می‌نویسید مربی مهارت های زناشویی، مفهوم مربی مهارت زناشویی چی هست؟ این که می‌گید استاد، استاد به چه کسی میگوین استاد؟ وقتی اینها رو ما با هم دیگه نمی‌شینیم راجبش به شکل قاطع و مؤدبانه اما حرف بزنیم، یا میریم توی نقش کودک لجباز با تحقیر و تمرکز و مثلا تمسخر و مثلا صد بار بهش میگیم استاد جان، استاد جان، خب این بیشتر در واقع نقطه حقارتش، هرچی بیشتر انگوش بذاری اون بیشتر زرهش پررنگ میکنه. اما اگر شفاف بشینی در یه جایی که مناسب هست باش صحبت بکنی، به نظر من هممون به رابطه هامون و به همدیگه و به جامعهمون کمک میکنیم. تا موقع میبینیم که یه کسی اینجوری هست دیگه حداقل بعضی از عبارتهای عربی رو میشه به کار ببریم، بگیم المؤمن و مرآة المؤمن، یا فارسیش بگیم آینه ای در مقابل آینت میگذارم که تو هم به من بگو نقطه ضعفام رو، این خیلی کمک میکنه. خود این مسئله که افرادی که این ویژگی ها رو دارن عزت نفس پایینی دارن، آیا وقتی این صحبت رو بکنیم انگار عزت نفس اونا رو هدف قرار ندادی به نظرتون که اهدف کنن؟ برای همینه که من عرض میکنم که در شرایط مناسب، یعنی مثلا در وسط یه جمعی
وسط صحبتش قطعش میکنیم بگیم ببر. آره، ولی در یه شرایط مناسب، مثلا یه جای گفتگو هست، مناظره است، چه میدونم مباحثه است، هر چیزی، یا دوستمونه، خصوصی بهش میگیم، همینجوری که عرض کردم با ادب بهش میگیم، یا حتی از نقاط قوتش اول تعریف میکنیم، مثلا میگیم با توجه به سختی هایی که میدونم توی زندگی داشتی و تازه از این سن تونستی شروع کنی به ادامه تحصیل، من خیلی تقدیرت میکنم، خیلی برای من قابل احترامی، خیلی دوستت دارم، با این حال که خیلی برام قابل تقدیر هستی، به نظرم میاد بعضی از عبارتها یه معنایی دارن دیگه، معنای درمانگر، معنای مثلا شفا دهنده، معنای استاد دانشگاه، معنای مربی مهارت های زندگی، این معناها چی هست؟ به من بگو، من برام سواله، من دوستتم، اما نگرانم که خود این ماجرا بعداً باعث بشه که دیگران اینو به عنوان نقطه ضعف علیهت استفاده کنن، خیلی یا دست بندازنه. آره بله، یعنی بالاخره اون مهارت رابطه برقرار کردن در هر چیزی، اون مهارت های دهگانه زندگی، خلاقیت، حل مسئله، تفکر نقاد، مدیریت روابط بین فردی، همه اینها باید این وسط به میون بیاد دیگه. بله کامل. در واقع ما در با حفظ عزت نفس و سلف استیم این افراد کمک میکنیم که یک یعنی وهم و خیال برشون نداره دیگه، اصطلاح عامیانه خودمون اینطوریه که در این حال که احترام میذارم بهت ولی خیلی بادت هم نمیکنه، چون افراد خودشیفته مثل تبله تو خالی میشن دیگه خیلی وقتا، من هم بله. یا مثل گلوله برفی تو کارتون ها میشن که کوچولو شروع میشه خودشیفتگی، ولی بعد اونقدر گنده میشه که یه خرس مثل بهمن از بالای کوه میام پایین. کاملا اینطوری. من کامنت ها رو باز کردم ببینم سوالی هست دوستان. آره سوال که فکر کنم زیاد اومده، حالا من چند تاش رو جواب بدم، برای اینکه فکر کنم یه ساعت من صحبت کردم دیگه. بله تقریبا آخره برنامه. گفتم با پدر خودشیفته چی کار بکنیم؟ ببینید حالا داستان اینه که مثل نسخه نیست که شما بگید مثلا استرپتوکوک با چی درمان میشه، من بهتون بگم با آموکسیسیلین، بعد بگید استافیلوکوک چی، بگم که نه اون با سفالوسپورین های نسل سوم بهتر درمان میشه. وقتی بگیم پدر خودشیفته، اینو باید بذاریم مثل صفحه شطرنج کار روانی اجتماعی، مثل صفحه شطرنجه که اینو باز میکنیم، این صفحه شطرنج جلومون، ببینیم این پدر رابطهش با ما چیه، خودشیفتگیش تا کجا داره آسیب میزنه، بعد ادبیاتش چیه، چه فرهنگی روش کرده، چجوری میشه باش ارتباط برقرار کرد، مثلا وقتی باش تخت بازی میکنی، وقتی باش حکم بازی میکنی باش میشه ارتباط برقرار کرد، وقتی باش دم نوش میخوری میشه باش ارتباط برقرار کرد، توی جمع دوستان مثلا مطرح کنی، توی جمع خانواده مطرح کنی، یعنی در واقع این مسئله، کل مسئله روانی اجتماعی اینجوریه که اینجوری آنگاه به توش وجود نداره که این درمان خودشیفتگی کدومه. حالا به صورت کلی میشه گفت که مثلا در درمان خودشیفتگی، یکی از دوستان بودن چه روی کردی، به صورت کلی میتونم بگم که مثلا روی کرده رفتاری برای خودشیفتگی کاری نمیتونه بکنه. روی کردی که به خودشیفتگی کمک میکنه، مثلا دیدگاه روان پویشی با نگاه ایگو سایکولوژی و سلف سایکولوژیست، یعنی وقتی کل خودشیفته ها رو به عنوان یک جمعیت آماری میذاریم توی یک سبد، حالا میشه راجبشون این نظر رو داد که نه درمان دارویی به درد خودشیفتگی میخوره، نه درمان رفتاری. اگه قرار درمانی به دردشون بخوره، مثلا TA به دردشون میخوره، تروار درمانی به دردشون میخوره و دیدگاه روان پویشی، ایگو سایکولوژی و سلف سایکولوژی. اما اینکه با پدر خود چیفتم چیکار کنم، با دوست پسر خود چیفتم چیکار کنم، اون دیگه میشه اون شطرنجه، چون ما راجع به یک جمعیت آماری صحبت نمی کنیم، راجع به یه آدم صحبت میکنیم که باید نقشه ذهنیش رو ما داشته باشیم، بتونیم به تعبیر میلتون اریکسون عزیز اول باش پیسینگ کنیم تا بعد بریم به سمت لیدینگ، یعنی اول باید ذهنمون رو با ذهن اون کوب کنیم، خودمون در جای اون قرار بدیم، دنیای پدیدارشناسانی اون رو درک بکنیم و از اون منظر شروع کنیم بهش در واقع باهاش کار کردن. کاملا کاملا، خیلی عالی خیلی عالی. من
بله دوستی پرسیدن با حکمران خودشیفته چه میشه کرد؟ ببینید حکمران خودشیفته گاهی اوقات اصلاح پذیره، گاهی اوقات اصلاح ناپذیره. بسیاری از حکما و دانشمندان قدیمی ما کتاب می نوشتن نصیحت الملوک و اون کتاب رو تقدیم به پادشاه می کردن. خب این چه پادشاهی بود؟ پادشاهی بود که با وجود اینکه ابرقدرت و قدرقدرت بود، در زمانی که نه مجلس قانونگذاری وجود داشت، نه قوه قضاییه وجود داشت، نه آرای عمومی وجود داشت، یه آدمی مثلا وجود داشت که قدرقدرته، اما این قدرقدرت انقدر اصلاح پذیری، انقدر شنوایی داشت که یه آدمی نصیحت الملوک بنویسه و بده به اون پادشاه. اینا میشن پادشاه های اصلاح پذیر. یه موقع هست که نه، شما میبینید که هر کس که نصیحت الملوک می نویسه کتابش رو آتیش میزنه، خود او رو هم سرش رو بردار میکنه. خب اینجا دیگه فکر میکنم تکلیف هممون روشنه که در واقع با این حکمران چه باید کرد. فقط مهم اینه که آیا ما اون توانمندی ها رو داریم که اون کاری که باید کرد بکنیم یا نه. آقای دکتر یه سوالم نوشتن به نظر من متفاوت از تمام سوالا بود و این خیلی اصلا مصطلح یا بگیم شایع است. نوشتن که آقای کسایی که همه کاراشون رو در اینستاگرام میذارن نشونه از خودشیفتگی هست در فرد؟ هر کاری میکنن عکس میگیرن میندازن، فیلم میگیرن میندازن. آره اون موقعی که هنوز اینستاگرام نبود اما فیسبوک به هر حال جای بود، هنوز هم فیسبوک هست، ما توی ایرانیم، شما فیسبوک دارید، ما توی ایران اول فیسبوک رو برامون فیلتر کردن، بعد توییتر رو برامون فیلتر کردن، بعد یوتیوب رو برامون فیلتر کردن، بعد تلگرام رو برامون فیلتر کردن، اینجور چیزا. بعد جالبه که همه بزرگان اهل تمیز خودشون تو فیسبوک صفحه دارن، تو تلگرام کانال دارن، تو توییت میکنن. جالبه توییتر رو فیلتر میکنن و خودشون هر روز توییت میکنن. به هر حال اون زمان که هنوز فیسبوک بود مقاله های زیادی انجام شده بود رفتار فیسبوکی یه سری آدم رو با الگوی شخصیتیشون در واقع همبستگیش رو سنجیده بودن. مقالات زیادی انجام شده، یعنی یه سری آدم رو که مثلا دانشجو بودن، داوطلب بودن، هر چیزی، ازشون دعوت کرده بودن که مورد ارزیابی شخصیت قرارشون بدن با مصاحبه بالینی یا با آزمون‌های روانشناختی و بعد یه مدت طولانی هم رصد کرده بودن الگوی رفتارشون در فیسبوک رو. بله دیده بودن کسانی که مثلا خیلی زیاد عکس از خودشون میذارن یا خیلی تونتون عکس از خودشون عوض میکنن، عکس پروفایل خودشون رو تونتون عوض میکنن، یا این واژه هاشون رو مثلا زیاد توش راجع به من مثلا صحبت میکنن، رفته بودم فلان جا من و فلانی من و چی دیده بودن. بله این یه همبستگی داره. حالا مقالهش هم من داشتم ولی دیگه الان مقاله قدیمیه چون مال 10 سال پیش مقاله، الان مقاله جدید باید سرچ کنی. دیده بودم بله رفتار آدم ها در فضای مجازی کاملا امکان پیشبینی اختلالات شخصیت یا الگوهای شخصیت یا الگوهای رفتاری رو به ما میده و عرض کنم که بیگ دیتا و یا کلان داده خیلی الان کمک میکنه به اینکه حتی دیگه بدون اون ارزیابی های میدانی آمار خیلی چیزها رو در بیاره. نه دیگه الان لازم نیست که با صورت سرشماری مثلا با 100,000 نفر 10,000 نفر در یک جامعه عرض کنم که مصاحبه انجام بدم بعد بگم مثلا فراوانی اختلال شخصیت ضد اجتماعی در جامعه ما چقدر هست. بر اساس رفتار آدم‌ها در فضای مجازی که این بیگ دیتا رو گوگل داره، این بیگ دیتا رو عرض کنم خدمتتون که اینستاگرام داره، فیسبوک داره، حالا بیشترشون گوگل، اینا کاملا قابل ارزیابی است. بله اگر خسته نیستین آقای دکتر آخرین سوالم بکنم دیگه ما مزاحم شما نشیم چون نه خسته که نیستم بشه. ولی فقط میخواستم بگم شما رو چقدر ملت دوست دارن خانم زیامنش. اختیار دارید، حضور شما باعث شده. دیروز بعد از ظهر لایو داشتیم ولی از کنم که 150 نفر بیشتر نبودن شرکت کننده هامون. بعد اما امروز که شما هستید 350 نفر اختیار دارید، حضور شما سوستن. چون من که خودم هم دیروزم خودم بودم، فکر کنم دیروزم همین پیرن و تنم بود. ولی شما خیلی دوست دارم. بزرگوار این آقای دکتر. نوشتن که
البته این خیلی مصطلحه، میگم ما خیلی وقتا افراد رو که خیلی تعریف و تحسین میکنیم و اونا فروتنی نشون میدن و وقتی که فروتنی تایید شد ناگهان خودشیفته میشن. همین که خیلی ها میگن که انگار طرف جنبه نداشت، همین که تعریفش رو کردیم رفتارش عوض شد. بله، ببینید در واقع یک بحث مهمی که یونگ راجبش صحبت میکنه، حالا من دیگه نمیخواستم این جلسه یونگی بشه ولی دیگه سوال میاد مجبوریم اسم ایشونو من ببریم. میبندم کامنت ها رو دیگه دوستا ببخشید. خواهش میکنم، عرض کنم خدمتتون که یکی از چیزهایی که یون میگه این است که خب خیلی ما خیلی وقتا یه شادو داریم، یه سایه داریم که اون سایه پشت یک پرسونا پنهان هست و پنهان هست نه که ما دیگران پنهانش میکنیم، بلکه از خودمون هم سرکوب شده و در نتیجه ما بسیاری از آدمها رو داریم که اینها latent narcissism دارن یا در واقع خودشیفتگی نهفته دارن. تا این آدم حکم ریاست رو نگرفته، تا این آدم هزار نفر برش دست نزدن، این آدم خودشیفتگیش بیرون نمیاد. در موقعیت خاصی که قرار میگیره بیرون میاد. حالا در واقع هر کدوم ما، حالا به تعبیر خیلی عامیانه بگیم، میگن طرف ظرفیتش چقدره، هر کدوم ما هم یه میزان ظرفیتی داریم. همونطور که درباره مثلا مسائل مالی اینجوریه، به یه نفر مثلا میگن که 1,000,000 تومان به تو مثلا رشوه بدیم این کارو بکن، میگه آ برو خجالت بکش، یعنی چی رشوه؟ بعد اگه بگی 1,000,000,000 تومان مثلا بهت رشوه بدیم همچین کاری بکنی، ممکنه دیگه حالا مکس بکنه شبم تا صبح با خودش درگیر باشه. توی مسائل بین فردی هم اینجوریه. یه موقع هست که من مثلا 5,000 نفر فالوورم هستن، یه موقع 50,000 نفر فالوور من، یه موقع 500,000 نفر فالوور من، یه موقع 5,000,000 نفر فالوور من. یه موقع هست که خودشیفتگی من دیگه در مقابل 500,000 نفر دیگه میزنه بیرون. یعنی موقعیت موقعیتی است که تغذیه کننده خودشیفتگی هست و همین خاطره که اتفاقا هر چه که یه آدمی ببینیم که محبوبتر میشه، مشهورتر میشه، این اگر در موقعیت‌های سیاسی اقتصادی قرار می‌گیره باید نظارت براش بیشتر باشه. یعنی اگر دیگران رو سال یک بار مورد نظارت قرار میدیم، اونو 6 ماه یک بار مورد نظارت قرار بدیم، اونو بیاریم در مقابل یک مصاحبه کنندگان چالشی، تصمیمات او رو و افکار او رو به چالش بکشانه، آدمی که در قدرته و در ثروت جایگاه بالای این چنینی است. اما اگرم که در این چنین جایگاهی نیست که بتواند خطرات جمعی برای ما ایجاد بکنه، اینه که حواسمون باشه که نقطه ضعفاشو بهش تذکر بدیم. مثلا دوستان زیادی هستن که حالا در واقع خودم رو مثال میزنم، نه اینکه من خیلی به اصطلاح محبوبیت و مشهوری شهرت بالایی داشته باشم، اما مثال چون از خودم میخوام بزنم، دوستان زیادی هستن که هر وقت من چیزی رو غلط تلفظ میکنم، عمدتاً به انگلیسی، در واقع با لهجه سیستانی خودم انگلیسی رو صحبت میکنم، به من تذکر میدن. حالا بعضیا ایمیل میزنن، بعضیا نزدیکترن شفاهی به من میگن و غیره. اگر یه چیزی رو اشتباه بخونم به من تذکر میدن، اگر یه چیزی رفرنسش غلط باشه به من تذکر میدن. خب این خیلی کمک کننده است، یعنی خیلی خوبه، برای اینکه بالاخره این باعث میشه که من تأمل کنم در این ماجرا. البته خب ببینید، اگر کسی مثلا حمله کنه، توهین کنه، مثلا خیلی پیش میاد توی لایو ها یه نفر میاد شروع میکنه به مثلا توهین کردن، توهین کردن باعث نمیشه یه آدمی تدبر کنه، تأمل کنه. یعنی اگر شما میخواید من رو به تأمل و تدبر وادار بکنید، این که به من بگید که آی مثلا چه میدونم کسافت دهاتی که اینجوری حرف میزنی، تو بهتر نیست با این لهجت مثلا دهنتو ببندی، خب این اصلا باعث نمیشه من تدبر کنم، چون بسیاری دوستان همچین محبتایی به من دارن و مرتب ایمیل ها و پیام های اینچنینی بر من میفرستن، خب این باعث تدبر و تأمل من نمیشه. همونی که گفتم کودک لجباز چیزی نیست که حالا خودشیفتگی یک نفر رو کمکش بکنه. اما اون وقتی که ما تذکر میدیم، تذکر یعنی یادآوری، یعنی بهش یادآوری میکنیم، میگیم همچین چیزی رو فلان وقت گفته بودی، الان اینجوری گفتی، رفرنسی که ذکر کردی من دیدم آمارش اینه، این نیست، عبارتی که به کار بردی تعریفش اینه. مثلا من
مدت ها به غلط میگفتم توتالیتاریسم، حتی در کتاب جنون قدرت هم واژه توتالیتاریسم به کار بردم که غلط مصطلحی است. خب دوستی من تذکر داد که این درست غلط مصطلحه، ولی غلطه. شما که داری کتاب مینویسی دیگه نباید بگی توتالیتاریسم، باید بگی توتالیتاریانیسم، یا اگه سخته باید بگی توتالیتاریانیسم، بگو تمامیت خواهی. دیگه مجبور نیست که واژه رو غلط مصطلحش رو به کار ببری. بله ایناست دیگه. خیلی هم عالی، خیلی ممنون. دوستی هم کامنت گذاشته بودن به شما لقب یونگ ثانی گفته. مرسی. من گفتم امانتدار باشم اینم خدمت شما بگم. مرسی. یونگ که کلی مورد اتهامه، بنابراین وقتی به یکی بگی یونگ ثانی، در واقع یه چیزی به پرونده اتهاماتش اضافه میکنی. ما جسارت نمی کنیم. من مرسی. کامنت رو خوندم. نه فرویدی ها یونگ رو قبول دارن، نه علمی ها یونگ رو قبول دارن، نه مذهبی ها یونگ رو قبول دارن، نه فمینیست ها یونگ رو قبول دارن، نه اومانیست ها یونگ رو قبول دارن. بنابراین وقتی به من میگین یونگ ثانی، یعنی این که جدا از اون اتهاماتی که تو پروندت مدعی العموم برات گذاشته، یه اتهام هم اضافه میکنیم بهت. مرسی برادر. خیلی هم عالی که توضیح دادین. این دوستمون هم فکر کنم دیگه تحسین میکنن نسبت به شما، خواستن ارادت نشون بدن که همه دوستان ارادت دارن خدمت شما. مخلصی. من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر. مرسی، خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که دوستانم استفاده کرده باشن و لذت برده باشن. شب خوبی داشته باشیم. مرسی. خسته هم نباشیم. فردا دوستان عزیز ما یه لایوی داریم با آقای دکتر محمودی عزیز در رابطه با آزادی و مسئولیت اگزیستانسیال. به امید دیدارتون با ما همراه. حتما بسیار عالی خواهد بود دیگه. بله ایشان. یه طرف شما باشین یه طرف دکتر محمودی عزیز باشن، دیگه معلومه که لایو. لطف شما بزرگواران. خیلی ممنون. خواهد بود و عمیق. مرسی. خواهش می‌کنم. شب بخیر. دوستان عزیز خدا نگهدارشون. خدا حافظ.